نیلوفر پور ابراهیم همکارم از پاریس به ما پیوست نیلوفر این تحریم های حقوق بشری اتحادیه اروپا اولین تحریم ها علیه جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن دولت بایدنه. چرا بیش از یک سال بعد از کشتار آبان ماه این تصمیم گرفته میشه باید حتی بریم عقبتر پانتا و بگیم اولین تحریم, ها از سال، تحریم های حقوق بشری علیه ایران از سال 2013 و حالا به نظر میرسه که اتحادیه ای اروپا اون صبری که در پیش گرفته بود برای اینکه در واقع راه گفتگو با ایران رو باز نگه داره و در مورد مسائل حقوق بشری کمتر به ایران فشار می آورده رو کنار گذاشته بنابراین این لیست تحریم های حقوق بشریش رو برای اولین بار بعد از سال 2013 میخواد که به روز بکنه لیستی که تا اینجا شامل 82 دو نفر و یک نهاد ایرانی که شامل ممنوعیت ورود به اتحادیه اروپا و بلوکه شدن اموالشون در خاک اروپا میشه و همینطور من فروش تجهیزاتی که بتونه در سرکوب مردم ایران مورد استفاده قرار بگیره یکی دیگه از دلایلش میتونه این باشه که اتحادیه اروپا توی این یک سال گذشته مکانیزمی رو تصویب کرده که بر اساس اون بتونه خیلی راحتتر تر ناقضان حقوق بشر رو رو در لیست تحریم هاش قرار بده همین هفته گذشته تحریم های زیادی رو وضع که علیه ناغذان حقوق بشر در کشورهای مختلفی مثل چین روسیه و میانمار و حالا که در تا دو هفته دیگه در واقع باید تحریم های حقوق بشر ایران رو به روز بکنه داره لیست جدیدی رو ارائه میده و افراد جدیدی رو بهش اضافه میکنه دلیل دیگه ای که میتونه داشته باشه این اتفاق که بعد از یک سال حالا تصمیم گرفته تحریم های رو بیش از یک سال تصمیم گرفته تحریم رو برای ناقضان سرکوب آبان تصویب بکنه میتونه این باشه که نمایندگان پارلمان اروپا تو این بیش از یک سال و نیمه گذشته و بعد از کشدار آبان بسیار فشار آوردن به کشورهای اتحادیه اروپایی برای اینکه تصمیمی در این زمینه اتخاذ بکنه. نیلوفر خیلی کوتاه فرصت داریم که به آمار و عقیز تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان 98 بپردازیم. روایت‌های بین‌المللی چیست؟ بله دقیقا بیشتر گزارش های بین المللی استناد میکنه به گزارش عف بین الملل که در اون گفته شده 304 نفر و به تازگی رها بهرینی در توییتر خودش گفته به 311 نفر استان کشته ها ولی اشاره میکنن همشون که دست کم این تعداد کشته شدن رویترز آمار رو به نقل از مقام های ایرانی گفته بودن که 1500 نفر در ایران کشته شدن چیزی که حالا اشاره میکنه خانم بهرینی در توییتر روز گذشته اینه که این آمار کشته شدگان بیش از 300 نفر مربوط فقط به نه استانه و از بسیاری از استانها گزارش دریافت نشده سپاسگزارم از تو نیروفر پور ابراهیم